خب توی این جلسه بخوایم سورس نگاه کنیم مثلا تو هر جلسه قرار نیست سورس نگاه کنیم ولی چون که در واقع اون اوپا بامزن به نظر اومد که با نمکه من در واقع سرچ سری براشون کردم مثلا همون اوپ داپ که دیدین که داپلیکیت میکنه توی مموری میتونیم ببینیم تو چه فایلایی در موردش حرف زده یا وایت لیستش میکنن میگن فقط این مجموعه دستور به عنوان یک بلاک که این کارو میکنه رو قبول دارم کسی نمیتونه برنامه مستقل بنویسه و بقیه چیزها ولی چیزی که برای ما بامزه است اینه که این چیه سایز مساوی این کیس دا. مثلا داره این interpreter.cpp در واقع فایل cpp که اون اپریشن ها توش تعریف میشن که چیکار میکنن و میبینین چقدر کار ساده ای میکنن همین که گفتم شبیه برنامه فورت هم برنامه نویسی فورت هم که استکیه یه استک داره یه سری دستوری که به این استک چیز جمع کم و زیاد میکنه یعنی حتی تورین کامپلیت هم نیست اگه کامپیوتری باشین ولی اینجا در واقع همه اون دستوراتی که میپذیره رو داره یعنی مثلا میگه که اوپ داپ ما دیدیم و دارم سورس بیت کوین رو که تو دایرکتوری سورس دارم نگاه میکنم و مثلا میگه اگر دستور داپ بود نشون میده که در واقع تو استک من بیا x رو بکن xx این تو استک هرچی نوشته بود اونو یه بار دیگه هم بنویس بعد خودش زده اگر استک سایز کوچیک تر از یک بود ارور بده منطقیه دیگه یعنی هیچی تو استک من نیست چجوری اضافهش کنم در غیر این صورت استک پوش بک کن vch رو که vch در واقع آخرین استک رو برداشته خیلی 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 ساده است یعنی میبینین چقدر در میتونه ساده کار کنه چیزای دیگه هم داره یعنی اگه بخوایم مثلا خیلی از اون درک پیدا کنیم میتونید حداقل یک بار تو این بالا پایین کنین اکوال وریفای که چک میکنه اون دوتا با هم یکی بودن یا نه یه کلمه چیز دیگه مینه همشون یکی هن. وان اد وان و غیره و غیره و همین به نظرم با مزه از گاه همیشه بیایم اینجا مثلا وقتی شام میخواین حساب کنین هر کدوم از هش ها بر اساس اینکه چی میخواین یعنی اپ کدتون چی بوده میگه اگر یکی از هش ها بودن یه تابه داریم برای همش تابه اینجوری کار میکنه که اگه استک سایز من کوچیکتر از یک بود ارور برگردون که چی رو هش کنم در غیر این صورت ولیو رو از تو استک بالاش وردار بعد بیا اگر اپریشن کد من مثلا رایپ ام دی بود یا مثلا هش 256 بود که ما ازش حرف میزدیم بیا این رو حساب کن این دیتا رو توش بنویس و در نهایت اون چیزی که حساب کردی رو پوش کن تو استک پاپم کرده بود قبلی یعنی اگه من چند تا چیز توش داشتم اینجا میومد اومد اینو در نظر میگرفت بر اساس اینکه اب کدم کدوم یکی از اینا بود هشش رو حساب می کرد بعد میومد یه دونه پاپ میکرد یعنی یکی رو پاک میکرد بعد میومد، اومد مینوش توش در واقع جا می‌ذاش توش اه بذارین اوپ مالتی سیگو براتون بیارم همینه آره این همون اون داستان بامز است که مثلا گفتم این در واقع آخرش یه دونه پاپ اضافه داره که اشتباهه حالا من دقیقا کدومشه ولی یه چیزی رو بی خودی از استک پاک میکنه A bug causes check اینا میگه یه باگ باعث میشه که چک مالتی سی کانزیوم کنه وان اکسترا آرگومنت که در واقع ما چکینش نکرده بودیم unfortunately this is از potential سورس اف میوتابیلیتی یه بخشی از دیتا رو از دست میدیم در نتیجه فلان و فلان و فلان خب اینو منو شما راحت میتونیم حلش کنیم یعنی میتونیم این باگ رو حل کنیم که وقتی نیازی نیست این رو بیخودی پاپ نکنه درسته خیلی هم کاره. آسونیه و ما واقعا یک باگی که توی بیت کوین وجود داره رو حل کردیم چرا این کارو نکردن یاد اون چنگاله بیفتیم اگر بیان این کارو بکنن تمام نودهایی که از برنامه قدیمی استفاده میکنن به مشکل برخواهند خورد تمام اپکودایی که قبلا توی بلاک چین تا الان ذخیره شده به مشکل میخورن در واقع نیاز به یک هارد فورک داره که بگن ما از الان ور میداریم تو بلاک چین همه اون دیتا اشتباه رو درست میکنیم برنامه هم درست میکنیم که اینا با هم درست کار کنن چه کاریه برنامه نویس ها سریع میگن که این در واقع باگ نیست یه فیچره خیلی هم خوبه را میره خیلی هم قشنگه میدونیم هم هستش بذار باشه میبینین این چقدر نکته بامزه یه باگ خیلی بدیکی رو نگر میدارم برای اینکه نمیخوان هارد فورکش کنم به خاطر یه چنین چیزی حالا پیش اومده که اومده الان هر کی مینویسه اینو بلده و بقیه چیزا دیگه میتونید خودتون نگاه کنیم ما الان در واقع داشتیم اینترپرتر اسکریپت رو نگاه میکردیم که خیلی هم بامزه است در عین حال شما میتونین بلاک چین برای خودتون دانلود کنید بخواین خیلی حرفه‌ای کار کنید لازم نیست حتما وصلش کنیم به شبکه جهانی میتونید نود خودتون رو ران کنین هارد هارد کدی عوض کنین که به جاهای دیگه وصل بشه دو تا نود ران کنین و ببینین چه جوری کار میکنه اینش رو میتونین فیکس کنین که خیلی کار خفنیه ولی با حاله. این بود این قسمتمون تشکر بکنیم از سپانسرهای عزیزمون کرلی براکت، فینوتک، زیتل، قاسدک، آقای رضایی، مهدیزاده و همه دوستان دیگه که زحمت کشیدن و در واقع حاضر شدن کمک کنن به سیل زده ها به افتخار اینی که اینو درست کنیم که به درد همه بخوره در نهایت خروجیش خوشا باشین تا جلسه بعدی که ممکنه یه خورده دیرتر باشه